پنجمین روز اردیبهشت ماه برابر با 25 آپریل سال 1297 خورشیدی برابر با 1918 میلادی، نخستین نبرد تانک ها در تاریخ جهان. برتونو فرانسه در آخرین سال جنگ جهانی اول شاهد نخستین نبرد تانک ها بود. در این نبرد 3 تانک آلمانی و 3 تانک انگلیسی یکدیگر را میکوبیدند. شمار کل تانک های آلمان در زمان این نبرد 21 دستگاه بود که توسط مهندس جوزف ولمر برای ارتش آلمان با 30 تن وزن، اندکی بیش از 7 متر طول و 3 متر عرض، با ضخامت زره 5 سانتی متر و توپ 57 میلیمتری و حد اکثر سرعت 15 کیلومتر در ساعت طراحی شده بودند. پیش از این نبرد ارتش انگلستان از تانک هایی که سرگرد ویلسون با 28 تن وزن و سرعتی در حدود 6 کیلومتر در ساعت برایش طراحی کرده بود، در نبرد با افراد پیاده و سنگرنشین استفاده می شد. سال 1317 خورشیدی برابر با 1938 میلادی، خواستگاری ولیعهد وقت محمد رضا پهلوی از فوزیه دربار سلطنتی ایران اعلام کرد که خواستگاری ولیعهد وقت از فوزیه بنت فؤاد شاهزاده خانم مصری خواهر ملک فاروق پذیرفته شده و به زودی نخست وزیر ایران در صدر هیئتی برای فراهم ساختن مقدمات کار و تعیین روز عقد کنان به قاهره خواهد رفت. فوزیه زیبایی چشمگیری داشت، به طوری که حتی نظر هالیوود را نیز به خود جلب کرده بود. خانواده او ترکیبی از نژادهای مصری، آلبانیایی و فرانسوی بودند و ولیعهد ایران و شاهزاده خانم مصری 3 سال پیش از آن همدیگر را به صورت کاملا اتفاقی و صد البته کوتاه در سوئیس ملاقات کرده بودند. اما بزرگترین مشکل برای این ازدواج اصل 37 متمم قانون اساسی ایران بود که بر اساس آن مادر ولیعهد الزاماً باید ایرانی تبار می بود. مجلس شورای ملی در اقدامی به فوزیه تابعیت ایران را داد. سال 1353 خورشیدی برابر با 1974 میلادی، انقلاب میخک در پرتغال. انقلاب میخک که نام اصلی آن انقلاب جمهوری است، توسط افسران شورشی جوان در شهر لیسبون پرتغال شروع شد و با پایان دادن به حکومت دیکتاتوری که سالازار بنیانگذاران بود، باعث به قدرت رسیدن ژنرال اسپینولا در این کشور گردید. چون این انقلاب بدون خونریزی و آشوب انجام شد، در تاریخ پرتغال به نام انقلاب دموکراتیک مشهور است و چون مردم از سربازان با گلهای میخک استقبال می کردند، به انقلاب میخک مشهور شد.